بله، همونطور که امروز اشاره هم برادر عزیزم بهروز جان کردن، ما به کلیسا میایم بحر عشق، بحر محبت، و همه ما این تجربه رو نیز داشتیم، نه به خاطر ترس، نه ترس از جهنم، ما به کلیسا نمیایم، ما به خاطر رفتن بهشت هم به کلیسا نمیایم، چرا میدانیم که خدا بعدهاش نیکوست، آمین، و به اعمال ما نیستش، اما میباید اعمال ما به تایید روح القدس و خدای پدر نیز قرار بگیره. نویسنده میگه عقیده ای که مردم از ترس جانشان بپذیرند پایدار نیست. برای همین هستش که داریم میبینیم چه برای سر کشور ما اومد، چرا که در مذهب گذشته به ما میاموختن که جهنم این گونه است، این گونه است، بهشت اینجوری هستش، و با ریشخند کردن، با ترس میخواستن به خدایی که نمیشناسن ما رو نزدیک بکنن. ولی ما به نجات دهندمون ایمان داریم و نجات دهندمون رو هم میشناسیم. نجات دهنده ما کیه؟ یه بار دیگه، نجات دهنده ما کیه؟ عیسی مسیح، امانوئل. بله، باز شاعری میگه بران انجمن زار باید گریست که فریاد رس را نمیدانند که کیست. ولی ما خوب میدونیم فریاد رس ما چه کسی هست و میاییم در خانه خداوند بیاموزیم، بیاموزیم، بیاموزیم. هر چقدر میاموزیم بازم کم هست نسبت معرفت خداوند. سقراط نیز میگه من جز یک چیز نمیدانم و آن این است که هیچ چیز نمیدانم. اگر سقراط یک چنین اعتراف میکنه که نگاهش یک نگاهی هست که به دنیا، فلسفه و منطق و مادیات دنیا هست و محدود هست، ما چقدر بیشتر که میباید گذشته از آسمانی که جب زمین رو معرفی میکنه تا روی زمین، و آسمان دوم که کهکشانات هست، و آسمان سوم که در حضور خدا هست، ما باید بیشتر آگاهی داشته باشیم، بیشتر باید دانایی داشته باشیم، و همون گونه که عرض کردم اونقدر باید بیاموزیم نسبت به این آگاهی و دانش تا بتوانیم دستی باشیم برای مردمانی که بیرون هستن. میدونستی همکار تو احتیاج به تو داره؟ میگی من چه کار میتونم بکنم؟ نه توی تو، نه شمای شما، نه من من، اونی که در من و تو هست و اون روح القدسه و مسیح هست که خدا به تو، تو مسیح خدا رو. اگر امروز به مسیح ایمان آوردی، هدیه و گیفتی داری که خداوند میخواد تو این رو انتقال بدی به یک نفر دیگه، چرا سکوت میکنی؟ چرا هنوز خجالت میکشیم؟ اگر درک کرده باشیم ما نیز مسئولیت داریم، ما نیز خواندگی داریم، ما رسالت داریم، رسالت ما برای این خدمت کلیسا است. عزیزان اینجا دور هم جمع میشیم، از خدا، از کلام خدا میشنویم. سپاسگزارم از گروه پرستش که پرستش میکنن، سپاسگزارم از گروه هایی که در انتها برای تصویر و صدا و قسمت های دیگه. خدمت اصلی ما بیرون از این کلیسا است، خدمت اصلی ما تو محل کارمونه، توی بین فامیل، خانواده است، دوستان هستن که نیاز دارن اونها حقیقت رو بدونن. شاعر میگه خداوند محبت گشت جاری در عیسی تا به او ایمان بیاری، گناهان بشر در حال افزون که رایج بین هر ایل و تباری، بران شد تا که عیسی را فرستاد ز بحر تشنگان باران بباری. ما باید باران بباریم، کنیم باور که عیسی منجی ماست، آمین. طلب هرچه نمایی گویه داری، چو ساکن گشت روحش در وجودت، مطابق اول قرنتیان 3:16 و 6:19، تو با فیض نبا فیض نمایی آبیاری. پس دیگه کار من و شما نیست، سخت نگیر، بشارت تو بده. فامیلت مریضه، نگو میترسم الان بگم من در نام مسیح، چون من اینو در گذشته انجام دادم و امروز هر موقع یاد این موضوع میافتم پیشونی من خیست عرق میشه. چرا من برای فامیلم نرفتم دعا در نام عیسی مسیح بکنم؟ اون جایی که گوش کردم شد و خودم تعجب کردم، چرا نمیدانستم اون اوایل ایمانم که این روح القدسه که این قدرت و این قوت رو میگه. پس من و شما نیستیم، از خداوند بخواه که خداوند اون مسخ رو که بهت داده بشناسونه و با اون آشنا بشه. در هفته های گذشته به چند دلیل که باعث جنگ ها میشود پرداختیم، مانند نگاهی عجولانه به آنچه که ما رو غافلگیر مینماید، قضاوتی نادرست که با تدبیری محدود
و ضعیف نسبت به حقیقت عنوان می شود، تحریک ما از صدایی که نمی تواند برای ما خوشایند باشد و واکنش تند ما در برابر آنچه را که ما انتظار نداشتیم، همون گونه که تصمیمات جنگی عهده یک شورای کشوری هست، به دست یک رئیس جمهور هست، نخست وزیر هست، به دست کنگره هستش، رهبران اون کشور تصمیم میگیرن که آیا جنگ باشه و یا نباشه در اون کشور، فکر و اندیشه انسان مرکز تصمیم گیری سخنان و اعمال او خواهد بود. در صورتی که نگرانی و ناامنی پیام او بشود، یعنی باور فکر آدمی احساس خطری باشد که او را میخواهد تهدید کند، مسلماً نسبت به پیشنهادات، اتفاقها و برخوردهای منفی و نگاتیو و حتی در برابر مخاطب مدافعی نیز خواهد بود و در اصل آن شخص مدافع افکار و احساسات ناامید کننده خود را که از ترس ریشه گرفته داره حفاظت میکنه و که اصطلاحاً به این نوع برخورد بدبینی نیز میگن. اندیشمند اعلام میکنه گاهی افراد مضطرب و نگران بیشتر از هر کس دلیل جنگ میشوند. پس باید هوشیار باشیم که فکر و اندیشه ما کجا هستش، که چه بسا که این جنگ جنگ درونی بشه و بر علیه من بشه. مولوی نیز اعلام میکنه هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همون رنجوریش در گور کرد و خودش نیز دلیلی خواهد شد که متاسفانه آسیب به خود خواهد زد و نیز آسیب به دیگران میزنه، هرچند حتی اگر مجبور شود آن ترس و نگرانی که میتواند از تجربیات بد گذشته نشأت گرفته باشد و یا از هر نوع تعلیم و اخبار اشتباه که به دوران کودکی و نوجوانی مربوط می باشد، مجال ادراک درست و منطقی را به شخص بدبین نخواهد داد. و اگر شخص بدبین مدعی دانش، شهرت، ثروت، قدرت، محبوبیت هم باشه، روی اون کار نخواهد کرد که بگم من دانش آنچنانی دارم. اگر نسبت به یک شخصی تصور میکنم که این شخص در جایگاه اشتباهی ایستاده، پس منی که اینقدر محبوب هستم، اینقدر کتاب خوندم، اینقدر دانش دارم، حق با من میتونه باشه. خیلی ماها ما این گونه خودمون رو فریب میدیم و این همون فریبی هستش که فریسیان و دانشمندان زمان خود مسیح و کاهنان نیز خودشون رو فریب دادن. مسیح رو ملاقات کردن اما به خاطر اون نگاه بدشون، اون بدبینی که داشتن نسبت به عیسی مسیح، با توجه به اینکه کلام رو خونده بودن و با توجه به اینکه به دنبال آمدن ماشیه بودن، اما متاسفانه اون بدبینی اونها رو در اون زمان از نجات دور کرد. در انجیل یوحنا 10:22-25 از هزاره نو میخونم این رو خدمتون. اعلام میکنه زمان برگزاری عید وقف، یعنی همون عید تجدید، عیدی بود که خانه خدا رو تقدیس میکردن، در اورشلیم فرا رسیده بود، زمستان بود و عیسی در محوطه معبد در ایوان سلیمان راه میرفت. یهودیان بر او گرد آمده و گفتن تا به کی میخواهی ما را در تردید نگاه دار. خود فریسیان در تردید بودن، در شک بودن، مسیح دلیل اونها نشده بود، اما اونها به مسیح اعتراض دارن میکنن که تو دلیلی داری میشی که ما تردید و شک کنیم و ادعا میدن اگر مسیح عیسی هستی آشکارا به ما بگو. عیسی پاسخ داد به شما گفتم اما باور نمی کنید. کارهایی که من به نام پدر خود می کنم بر من شهادت می دهند، اما شما
ایمان نمی آورید، چون نمی خواهید قبول کنید، چون نمی خواهید بپذیرید. فریسیان تصمیم گرفته بودند و مخالفین مسیح تصمیم گرفته بودند که آنچرا که مسیح میگه نپذیرند و نسبت به مسیح بدبین بودند و این دلیلی شد که اونها نتوانستن نجات پیدا کنن، چرا که روح القدس بود که قلب اونها رو لمس بکنه. اما اونها چنین اجازه رو به خودشون ندادن. دکتر اندیشمندی اعلام میکنه هیچ چیز در دنیا به اندازه ذهن خودتان نمیتواند شما را اذیت کنه. اطرافتون نگاه، موقعیت هایی که باهاش مخالف هستی، موقعیت هایی که نمیتونید بپذیرید، سال هاست نمیپذیرید، اصلا قبول نمیکنید. نسبت به اون موضوع، نسبت به اون شخص شما بدبین شدید. یه نگاه دوباره ای بکنید، مبادا مثل فریسی ها بنگریم نسبت مسئله. خیلی باید هوشیار باشیم، مبادا ما هم توی دام دیگه ای گرفتار شده باشیم. باز همون انجیل یوحنا 10:31 به بعد چند تا آیه دیگه از اون فهم کنیم اعلام میکنه: آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا سنگسارش کنند. عیسی به ایشان گفت: کارهای نیک بسیار از جانب پدر خود به شما نمایاندم، به سبب کدام یک از آنها میخواهید سنگسارم کنید؟ پاسخ دادند: نه به سبب کار نیک سنگسارت نمی کنیم، بلکه از آن رو که کفر میگویی. عیسی مسیح داره با اونها دیگه منطقی صحبت میکنه، چون در بود روح دیگه نمیتونه با اونا صحبت کنه. به هیچ وجه کسی که بدبین میشه مجال اینو نمیده در اون موضوع، حتی ما که مسیح ایمان آوردیم، در اون موضوع روح القدس عمل کنه. پس مسیح داره حالا روی بود منطقی با اونا صحبت میکنه، ادامه میده: زیرا انسانی و خود را خدا میخوانی. لذا اگر مسیحی ها از میخوان فریسیان در اون زمان پذیرفته بودن که تحقیق کنن و به دنبال حقیقت باشن، روح القدس همون گونه که برای نیکودیموس باز کرد، برای بقیه باز میکرد و میگه، اعلام میکنه: عیسی به آنها پاسخ داد: مگر در تورات که شما نیامده؟ باز داره با منطقشون صحبت میکنه، به اون چیزی که اونها باور دارن و مقبول هستن. مگر در تورات شما نیامده است که گفتم قدیمیش هم میگه گفتم. چی گفت؟ خود مسیح گفت که گفتم. اعلام میکنه: شما خدایانید. اگر آنان که کلام خدا به ایشان رسید خدایان خوانده شدن و هیچ بخش از کتاب مقدس از اعتبار ساقط نمیشود، چگونه میتوانید به کسی که پدر وقت کرده و به جهان فرستاده است بگویید کفر میگویی؟ تنها از آن رو که گفتم پسر خدا هستم. عیسی مسیح با تمام دلایل منطقی که اونها در انتظارش بودن با اونها صحبت کرد، اما باز نیز نپذیرفتن، باز نیز به این سنگ زاویه نگفتن و این سنگ زاویه رو بیرون انداختن که روزی نیز میباید ازش استفاده بشه. با یوسف این کار کردن، یوسف هم تایی چای انداختن، یوسف هم توی زندان انداختن، نهایتا رسید به همون جایگاهی که خدا در نظر داشتش. نگران نباشه، نترس. اگر کسانی به شما بدبین هستن، نگران باش و بترس. اگر بیهوده به کسی بدبین هستید و اگر این گونه هست، باید به حال خودمون یک نگاه تازه بکنیم که مبادا آسیب زده باشیم. شاعر میگه: نگر جز خوب 100% نبینی، که گر بدبین شوی جز بد نبینی. چون نیکو بنگری در ملک هستی، به غیر از جلوه ایزد نبینی. اگه تصمیم بگیریم که با حقیقت‌ها می‌خوایم روبرو بشیم و چشم از بدبینی برداریم، زمانی هستش که ما با حقیقتی مواجه میشیم، حتی حقیقت خدا. و این چیزی بود که فریسیان متأسفانه ازش غافل بودن.
و ویروس بدبینی که از شیطان به حوا رسید و باعث شک و دودلی او شد و نگران از این که نتواند زندگی جاوید داشته باشه و ترس از عدم دانش و توانایی او رو در قلمروی بی‌اعتمادی به خدا کشون و بعد به آدم رسید و بعد به من و شما نیز رسید که در این موقعیت در بدبینی گاهی به دام گرفتار بشه. موضوع بدبینی چون میتواند دریچه پرسش و پاسخ را به روی ما ببندد و مجال تحقیق و اندیشه تازه ای را ندهد، دلیل جنگ های ما خواهد شد. اما شک و تردید به خودی خود چون انگیزه تحقیق و جستجو می باشد، نه تنها خطری نداره بلکه می تونه مفیدم باشه. پس وقتی ما صحبت از بدبینی می کنیم، صحبت از شک نمی کنیم. اون جایی که شک هست خوبه، مشروطه برای اینکه شک من به سوال تبدیل بشه. اما زمانی که شک من اونقدر زیاد میشه که من رو بدبین میکنه، مسلما به آن حقیقت لطمه خواهد زد که در زندگی من هست. پس مشروطه برای اینکه به جواب مناسب برسد، شک من میتواند موقعیتی رو ایجاد کنه که من با گرفتن جواب تو جایگاه درست نیست بیستم. در انجیل متی 14:22-23 هست اشاره میکنه که رسولان در قایق بودن و عیسی مسیح در اون هوای طوفانی یک بار روی آب حرکت میکنه و میاد و پتروس نیز از عیسی مسیح میخواد که مانند خود مسیح روی آب حرکت بکنه. همه ما آگاه هستیم نسبت به آنچه در این کلام هست، اما ادامهش رو براتون میخونم. آیه 30-31 اعلام میکنه: لیکن چون باد را شدید دید ترسان گشت، منظور پتروسه، و مشرف به غرق شد، فریاد برآورد، گفت خداوندا مرا دریاب. عیسی بیدرنگ دست آورده او را بگرفت و گفت ای کم ایمان، چرا شک آوردی؟ هرچند کم ایمانی پتروس دلیلی شد که عیسی مسیح به نوعی او رو توبیخ بکنه، اما کم ایمانی و شک من و شما، باز برای هوشیار میام، این چیز بدی نیستش. در ابتدا وقتی به یک سوال درست تبدیل میشه و این سوال درست جواب خوب خودش رو میگیره، ولی پتروس کاملا آگاه بود از محبت مسیح، از توانایی مسیح، از تجربه‌ای که با مسیح داشت، از فروتنی مسیح، از دانش او آگاه بود و آنچه را که انجام داد چه بسا خیلی طبیعی بود برای همه ما. ولی مسیح اشاره به کم ایمانیش میکنه که این کم ایمانی در حضور خداوند تعمیل خواهد شد، کامل خواهد شد و به ما این قوت را خواهد داد که از کم ایمانی نجات پیدا کنیم. اما موضوع شک رو باز عرض میکنم، به هیچ وجه نمیتونیم جای بدبینی قرار بدیم. نویسنده اعلام میکنه انسانهای خوشبین و انسانهای بدبین هر دو در جامعه مفیدن. حالا ما اینجا به جای انسانهای بدبین میتونیم بذاریم انسانهای شکاک، انسانی که نه شکاک فعلی، انسانی که شک میکنه در اصل نسبت به یه موضوع، نه که مدام در شک هست. که میگه انسانهای خوشبین و انسانهای، حالا میگیم انسانی که در شک هست، هر دو در جامعه مفید هستن. خوشبین هواپیما را، و این شخص اعلام میکنه بدبین چتر رو اختراع میکنه، چتر رو درست میکنه تا از خودش حفاظت کنه. پس موضوع بدبینی رو ما بیشتر دوست داریم روش تکیه کنیم تا بتونیم از ترس های خودمون، از اون خلاقیت هایی که لازمه زندگی ما هست استفاده کنیم و مبادا بدبینی برای ما دامی بشه که ما رو به اسارت ببره و جواب درست رو نتونیم بگیریم از زندگی. از اونجایی که ما فرزندان خدا هستیم و در تعلیمات ما دعا در حضور خداوند دلیل این خواهد شد که میز ایمان ما برقرار بشه. پایه هاش یادمونه؟ دعا، کلام خدا، پوری روح القدس،
خدمت. پس به خوبی میدونیم که در حضور خدا ما میتونیم جوابمون رو بگیریم و حداقل آروم بشیم نسبت به کسی که بهش بدبین هستیم. در نامه یعقوب 1:5-8 اعلام میکنه اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، منتظر این هستش که جواب درستی رو بگیره، سوال بکنند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد، لیکن به ایمان سوال بکنند نه با بدبینی بیاد. من میرم در حضور خداوند، میگم خداوند و من نسبت به همکارم، دوستم، همسایم، هر کسی، هم خدمتیم، من روسیتش حس خوبی ندارم، من بدبین هستم، خدایا میخوام تو برای من این رو باز کنی. خب این سوال دوستی، ولی من میرم در حضور خدا میگم نه خدایا، من میدونم این مدام من رو اذیت میکنی، عمدن میخواد این کارا رو بکنی، خدایا من کی از دست این راحت میشم؟ حالا کلام تو میگه برکت، خدایا اونو برکت بده، ولی خواهش من دست من راحتش. یعنی حتی شما دعات اگر با بدبینی هست منتظر این نباش که جواب درستی رو بگیریم. میگه لیکن به ایمان سوال بکنیم و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم میشود، زیرا چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. با ایمان به حضور خدا رفتن پذیرش این که خدا بهترین جواب من میده، اما با یک نیت خیلی خوب. باز نویسنده اعلام میکنه زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان میتواند دشمن شما باشه. کسایی که به عنوان افراد بدبین در برابر خودتون میبینید، چه بسا که اونها به هیچ وجه نتوانند به شما آسیب بزنن، نمیدونم، ولی نتونن آسیب بزنن مگر اینکه انقدر روی بدبینی اونها نسبت به زندگی خودتون و موقعیت خودتون کار کنید که این به شما آسیب بزنه. قابل توجه عزیزانی که شاید تصور بر این میکنیم، ما وقتی صحبت از بدبینی میکنیم، ما صحبت از پارانوید میکنیم که یک مریضی هستش که درصدش هم خیلی کمه. تو کلیسا هم دنبالش نگردید، توی فامیلاتون هم دنبالش نگردید، تو همکاراتون هم دنبالش نگردید. اون مریضی هستش که بسیار شدید و درصدش در جهان بسیار کم هست، که این مریضی هستش که شخص شکاک به تمام موضوعات زندگی هستش. یعنی آنچه را که انجام میده حتی خودش توی زندگیش و قسمتی هم مغزش اون فرمان میده اون رو انجام بده، فراموش میکنه، میگه نمیدونم انجام دادم یا ندادم. یعنی حتی به خودش هم شک میکنه که این کارو کرده نکرده. پس ما در این رابطه صحبت نمی کنیم، ما به طور خیلی ساده در رابطه با بدبینی هایی صحبت میکنیم که میتونه پیش بیاد تو هر لحظه، مانند داوری هست. همه انسان ها داوری میکنن، کلام خداوند به ما میآموزه که ما داوری بد نکنیم. پس ما در این مسیر میخواییم از کلام خداوند بیاموزیم که آنچه را که در ذهنمون میاد به عنوان بدبینی نسبت به هر موضوعی و حتی افراد مخاطبمون چگونه عمل کنیم. بریم با هم نگاهی داشته باشیم در کتاب پیدایش 32:7-12. قبلا هم فکر میکنم اشاره سطحی کردیم در این رابطه که متوجه میشیم یعقوب و عیسو که فرزندان اسحاق هستن، آنچه را که در بین این دو برادر به وجود میاد، میخواد چراغ روشن کنیم یا خوبه؟ خوبه. آنچه را که پیش میاد، یعقوب بارها برادر خودش رو فریب میده و در کناری که یعقوب برادرش رو فریب میده، البته تعلیم اشتباه از مادر میگیره، اما خود یعقوب میبینیم که پدر زنش اون رو بد فریب میده. پس این چیزا توی دنیایی که شیطان سلطنت میکنه خیلی طبیعیه. ما فقط باید بیاموزیم چگونه از این مشکلات رهایی پیدا کنیم. همین، طبیعیه که یک ماشین پنچر میشه، طبیعیه که بنزینش تموم میشه، اینا طبیعیه، اما چگونه باید به داده خودمون برسیم؟ و اینو کلام خداوند به وضوح به ما میآموزه تا این حکمت و خردی در زندگیمون باشه. ممنونم.
پیدایش 32:7-12. آنگاه یعقوب به نهایت ترسان و متحیر شده کسانی را که با وی بودند با گوسفندان و گاوان و شتران به دو دسته تقسیم نمود. خب یعقوب اسیر افکار منفی و بدبینانه بود و شرایط یه طوری شد که حالا باید مهاجرت میکرد، حالا باید از محل زندگی شرکت میکرد. توی این مسیر میباید برادرش که قبلا سوگند خورده اونو میکشه باید اونو ببینه. طبیعتا حق داشت که تدارکی رو ببینه و کارهایی هم که انجام داد کارهای خوبی بود. خیلی موقع ما کارهایی هم که انجام میدیم حکیمانه و درسته، اما یه کاری از همه اینا مهمتره که ما اونو که انجام نمیدیم مانند ظرفی هستش که کوزه‌گر اونو درست میکنه اما توی کوره نمیذاره حرارت ببینه و آب دیده بشه و زود میشکنه، که حالا بهش میرسیم. بفهمید؟ و گفت هرگاه عیسو به دسته اول برسد و آنها را بزند همانا دسته دیگر رهایی یابد. اینا همون روش های حکیمانه است که بعضی موقع ما هم انجام میدیم نسبت به مخاطبینمون، که مخاطبینمون رو میخواییم ببینیم چگونه میتونیم متقاعد کنیم، یه دروغ بگیم، یه شوخی کنیم، یه کادو بگیریم، یه عملی انجام بدیم که دست از سر ما برداره دیگه. بله. و یعقوب گفت ای خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم اسحاق، ای یهوه که به من گفتی به زمین و به معبد خویش برگرد. طبیعتاً وقتی که ما تو مشکلات هستیم، خب ماها که خداش فرزندان خدا هستیم، اما اونهایی هم که به مسیح ایمان ندارن، حتی باور الهی ندارن، تو اون تنگنا صدا میکنن دیگه، خدای به داد من برس، خدای تو کجا هستی؟ حالا با اعتراض میگن، یاد نگرفتن با شکرگزاری برن در حضور خدا، حق دارن، ولی با اعتراض میدن در حضور خدا. پس این قسمت هم خیلی طبیعیه. بله. و با تو احسان خواهم کرد، کمتر هستم از جمیع لطفها و از همه وفایی که با بنده خود کرده ای، زیرا که با چوب دست خود از این اردن عبور کردم. تا 12 بخونید لطفا. بله. و الان دو گروه شدم، اکنون مرا از دست برادرم از دست عیسو رهایی ده، زیرا که من از او میترسم مبادا بیاید و مرا بزند، یعنی مادر و فرزندان را. و تو گفتی هر آینه با تو احسان کنم و ذریت تو را مانند ریگ دریا سازم که از کثرت آن را نتوان شمرد. آمین. آمین آمین. بریم با هم دیگه سپاس بذارم دست به دیگر کنم. پیدایش 32:24-29 هم داشته باشیم. اینجا یک کشتیه با خدا. خیلی از مفسرین بر این باور هستن که موضوع کشتی روحانی هست. حالا هر آنچه که میگه، ما کلام خدا میگه با خداوند کشتی گرفت یعقوب، ما میپذیریم قبول میکنیم، اما میتونید تصویر ذهنت رو به عنوان کشتی روحانی که شاید همین الان شما داشته باشید، نمیدونم، شاید همین الان شما دارید کشتی روحانی میگیرید با حتی این موضوع، میگید نه من مطمئن هستم که اون فلانی بده منو میخواد، نه، یا میری به حضور خدا متقاعد نمیشی. اول ایمان من خیلی با خدا کشتی روحانی گرفتم، من میخواستم ثابت کنم که عیسی مسیح پسر تو نیست، عیسی مسیح خداوند نیست، ولی اون با محبتش من ثابت کرد اون پسر خدا و خداوند هستش. آمین. یه موقع ما از این کشتی ها میگیریم. بله. و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت و چون او دید که بر وی غلبه نمییابد کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی شاهزاده و نصرت یافتی فرزند خدا شد. بعد و یعقوب از او سوال کرده گفت مرا از نام خود آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. آمین آمین. بریم با هم یه پیدایش 33:1-4 هم داشته باشیم ببینیم نتیجه چی شد. پس کاری که یعقوب باید انجام میداد این بود که خدا رو ملاقات کنه. نسبت به بدبینیات خدا رو ملاقات کن، قلبا ملاقات کن. من صحبت از یک دعای ساده نمی کنم عزیزان، که شما میرید در حضور خدا بگید خدایا فلانی منو خسته کرده، من نسبت به حالا من نمیدونم، همسرت میتونه باشه، بچه‌ت میتونه باشه، دوستت میتونه باشه،
این بدبینی رو برو در حضور خدا تا شفا بگیری. ملاقات با خدا من تو رو شفا میده و این ملاقات یک بار نباید باشه. متاسفم گاهی از آن فکر میکنن که وقتی میان اینجا ما تعمیدشون میدیم بایگار دیگه ما نمیبینیمشون، ولی خب میشنویم مشکلات و سختی ها دارن. نه، تعمید نیست، زندگی کردن با مسیح است. باید ما سالم بشیم. ما فرزندان خدا به عنوان نور و نمک هستیم و اگر ما که نور و نمک جهان هستیم، در زندگی های ما رنج و گرفتاری و مشکلات زیاد باشه، مردم چگونه به مسیح ایمان بیاورن؟ بله. پس یعقوب چشم خود را باز کرده دید که اینک عیسو می آید و 400 نفر با او. آنگاه فرزندان خود را به لیه و راحیل و دو کنیز تقسیم کرد و کنیزان را با فرزندان ایشان پیش داشت و لیه را با فرزندانش در عقب ایشان و راحیل و یوسف را آخر، و خود در پیش ایشان رفته 7 مرتبه رو به زمین نهاد تا به برادر خود رسید. بله، نه همون روش های انسانیه. کار بدی نکرده، احترام گذاشته، ولی همه اونا روش هایی هست که انسانی بوده. روش درست همون ملاقاتی بود که با خدا کرد و تمام شد. بله. اما عیسی دوان دوان به استقبال او آمد. دوان دوان به سمت برادر خودش آمد، برادری که قسم خورده بود میکشم. پس اون بدبینی بر حق بوده، درست بوده، ولی یک ملاقات خوب در حضور خدا، اون شخصی که پر از کینه و نفرت بوده، خدا اونو شفا داده بوده. خدا روی عیسی کار کرده بودش. اعتماد کن به خدا، خسته نشید از عزیزانی که کنارتون زندگی میکنن، از دوستانتون که باعث رنجتون به هر نوعی شدن. در دعایی که در نام عیسی مسیح است، قدرت شفاست، قدرت سلامتیه. اگر روح من رو تو رو شفا داده، آیا روان ما رو نمیتونه شفا بده؟ آیا وعده داد که تو به اهل خانوادت نجات پیدا خواهی کرد؟ و سر این وعده ایستاده خداوند. آیا خداوند قادر نیست آنانی که بر علیه من و تو هستن، توی محل کارمون، زندگیمون، به عنوان مسئولین، به عنوان کارگر، به عنوان دوستان، خدا قلب اونها رو لمس کنه؟ آمین که میتونه. ایمان داشته باش و با ایمان برو در حضور خدا. از این رو هستش که دعا برای دشمنان برای مسیح یا یک معنای دیگه، وقتی ما میریم برای در حضور خدا برای دشمنانمون دعا میکنیم، ما که دعای لعنت نمیکنیم، ما دعا میکنیم که خداوند این جنگ روحانی مبادا بر علیه کسی بشه که مخاطب منه، حتی اون رو شفا بده، اون به سلامتی برسه. و چون اون شفا میگیره، زندگی ما نیز در مسیر شفا جلال خدا رو نمایان خواهد کرد. بله. اما عیسی دوان دوان به استقبال او آمد و او را در بر گرفته به آغوش خود کشید و او را بوسید و هر دو بگریستند. آمین. آمین. بگریستند و این شفا و این سلامتی. میتونیم برای این قسمت کلام خداوند دست بزنیم. هرگز هدف ما از این تعلیم این نیستش که عزیزان، حتی نسبت به افرادی که اطراف ما هستن، بی تفاوت باشیم و بگیم نه، هیچ هر اتفاقی که میفته ببخشید مانند سیب زمینی باشیم، هیچ رگی نداشته باشیم، بلکه سیستم مغزی ما این اهمیت رو، این ضرورت رو، حتی این حس بدبینی رو به ما انعکاس میده، ولی ما باید روش درست رو بیاموزیم. پس بی تفاوتی نیست نسبت به مسائل. باید همون گونه که عشق و محبت هست، همون گونه نیز در این رابطه باید سعی و تلاش بکنه. شخصی میره به همسایه‌اش در همخونه، همسایه‌اش میزنه، میگه به شوهرم امروز گفتم برو 1 کیلو گوشت بخر تا امشب خورش درست کنم. تو را که داشته میرفته از ماشین بهش میزنه و میمیره. بعد دفعه همسایه‌اش میگه حالا میخواد چیکار کنی؟ میگه یه چی دیگه، شب ماکارونی مجبوریم درست کنیم. میشه اینطوری بشه؟ غیر ممکنه. پس هدف کلام خدا بی تفاوتی نیست، چون حقیقتا یک جوک خواهد شد. در مزمور 119 41 الی 43 میبینیم که نویسنده نسبت به این که در حضور خداوند شفا بگیریم، حتی در برابر آنانی که تصور میکنیم بدبین هستیم و دلایل درست داریم، اینگونه میگه: خداوند مرا از محبت پایدار خود برخوردار کن. این کار رو خدا با یعقوب انجام داد.
و مطابق وعده خود مرا نجات بده. آنگاه می توانم به کسانی که مرا سرزنش می کنند جواب بدم. اونها که دلایلی شدن که امروز شما تو تصور نسبت به اونها بدبین هستی، دور و نزدیک فرق نمی کنه، جواب بدم. زیرا به کلام تو توکل نمودم، یعنی به تو خداوندا مرا کمک کن تا همیشه حقایق احکام تو را بیان کنم، چون امید من به داوری های توست. پس من دیگه نباید داور باشم. اگر امید من به داوری های خدا هستش، پس دیگه چرا من قضاوت کنم؟ چرا من داوری کنم؟ توی داوری ها و این قضاوت ها باعث کدورت خواهد شد، حداقل منو تلخ خواهد کرد نسبت به اون شخصی که در مقابلم هست. مادر ترسا میگه اگر شروع به قضاوت کردن در مورد مردم بکنی، وقت پیدا نمی کنی که اونها را دوست داشته باشی. و این یه حقیقت، عشق و محبت رو نمیده و اجازه نمیده که ما بیرون از اون خانه بدبینی زندگی کنیم. یعقوب خانه بدبینی رو رها کرد. ما میتونیم تصویر داشته باشیم از این یا نه؟ آیا خانه بدبینی داریم یا نداریم؟ بله. یه دست بزنید برای بعد از اون تربیتان. چه خانه اینقدر خوشگل درست کردیم، ما گفتیم کسی نره توش، ولی انگار بد نیست بریم به توش سری بزنیم. این خانه بدبینی هستش عزیزم، که ابزارش، دوازم این خانه، شک و دودلیه، کینه و نفرته، بی‌اعتمادی و بی‌میلیه، ترس و نگرانیه، ناامیدی و پریشانیه، شتاب زندگی و عصبانیت. عزیزان میتونید عکس بگیرید، اونا که دوست دارن داشته باشن. منزوی بودن و زودرنجی هست، تست کنیم خودمون رو با این. خیال پردازی و شکایت و غرغر هست. درب ورودیشم غرور منفیه. چرا غرور منفی؟ چون من به تمام نظریه‌ای که در ذهنم هست مغرورم. میگم نه، من مطمئنم اون بعد منو میخواد. من میدونم که اون دشمن من هستش. اون همیشه ضد من حرف زده، همیشه غیبت کرده. و میشم یک شخص منزوی، میرم کنار، نمیتونم باشم. یک شخص خیال پرداز هستم، با افکارم مدام شک میکنم و کینه و نفرتم در وجود من هست. کسی که تو این خونه زندگی میکنه عمر طولانی نخواهد داشت، زندگی شاد نخواهد داشت، نمیتونه جایگاه خوبی رو داشته باشه. پس دست از بازی کردن با این خونه ها برداریم و اجازه ندیم در بدبینی زندگی کنیم. در امثال 16:18 میخونیم که اعلام میکنه تکبر پیشرو هلاکت است. اینجا معنی پیدا میکنه، چون درب ورودیه غرور. تکبر پیشرو هلاکت است و دل مغرور پیشرو خرابی، یعنی آسیب زدن به همه ماها توی جایگاه اشتباه که قرار میگیریم. بریم با هم دیگه نامه یعقوب 4:1-3 رو داشته باشیم تا به اونجا برسیم. به چند نکته میخوام اشاره کنیم که چگونه توی این خونه قرار نگیریم. نکته اول این هستش که نتیجه افکار و احساسات خود را به تحقیق و آگاهی برسونم، روشه بررسی بکنم نسبت به شخصی که امروز من بدبین هستم. نکته دوم، فکر ما را برای مخاطب خود شفاف کنیم. برو بگو به شخص، اون شخصی که امروز علت بدبینی تو شده، برو باهاش راحت صحبت کن، اما با محبت باهاش صحبت کن. با ابزار جنگ نرو، با این لوازمی که توی خونه هست نری به سراغش. نکته سوم، اختلاف و سوء تفاهم ها را حلش کنم. نذار کهنه شه، یه روزی آسیب به تو خواهد زد، دیر یا زود بهت آسیب میزنه اگه حل نکنی مشکل رو. شخصی توی دادگاه میره برای اینکه میخواست همسرش رو طلاق بده. قاضی میگه آخه برای چی میخوای همسرت رو طلاق بده؟ میگه 20 سال ازدواج کردم، تو این 20 سال مدام هر موقع ما حرفمون شد این استکام و نردبکی و هر چی تو دستش بود به سمت من پرت می‌کرد. گفت حالا بعد از این 20 سال حالا میخوای طلاقش بدی؟ گفت آخه اون موقعی که اصلا دست نشونش خوب نبود، جدیدا نشونش خیلی خوب شده به من داره میزنه. مشکل رو حل کن،
اگه مشکل رو حل نکنی اینو مطمئن باشه آسیب خواهیم خورد. نقطه چهارم، صادقانه و بی‌طرفانه موضوع رو بررسی بکن با خودش. صادقانه، حتما با یک مشاور در میون بگذارید، کاملا به خدا بسپارید و به او اعتماد. این نکاتی هستش که ما تو این درس بهش رسیدیم، اما بریم با هم دیگه بشنویم از نامه یعقوب 4:1-3. از کجا در میان شما جنگ ها و از کجا نزاع ها پدید می آید؟ آیا نه از لذت های شما که در اعضای شما جنگ می کند؟ در اصل از اون نیت های بله، نیت هایی که دلیل اون موقعیت شده، بله؟ طمع می برزید و ندارید، می کشید و حسد می نمایید و نمی توانید به چنگ آرید و جنگ و جدال می کنید و ندارید، از این جهت که سوال نمی کنید و سوال می کنید و نمی یابید، از این رو که به نیت بد سوال میکنی تا در لذات خود صرف نمایی. آمین. میتونیم برای بسیار کلام خود دست بزنیم. مولوی میگه ای بسا عیبی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان. ای فلان اندر ایشان تافته هستی تو از نفاق و ظلم و بد مستی تو. از من هستش که متاسفانه این بدبینی ها انقدر اوج میگیره و طوری که دوستی ها رو به هم میزنه، طوری که محبت ها کم میشه، طوری که به جایی که به یاد خوبی های هم بیافتیم همش به یاد بدی های هم بیافتیم و یه روزی میشه مثل خارجنی عزیزمون که در حضور خدا هستن، یک دفعه میگیم کاش که من گذشت کرده بودم، کاش که محبتش میکردم، کاش که خارجنی وقتی اومد اینجا رد میشد منم بغلش میکردم، من فقط نمیرفتم پیش دوستای خودم، پیش گروه خودم. کلیسا مال همه است، هممون مال هم هستیم، چرا گروه بازی، چرا من با اون فقط، چرا من با این فقط، همه همدیگر رو دوست داشته باشیم و این افسوس رو هیچ موقع نخواهیم خورد. و گاهی این بدبینی ها هستش که متاسفانه اجازه نمیده نیکویی در ما عمل کنه. شاعر میگه میرسد روزی که بی هم میشویم، یک به یک از جمع هم کم می شویم، می رسد روزی که ما در خاطرات موجب چندین خندیدن و غم می شویم. گاه گاهی یادمان کن ای رفیق، می رسد روزی که بی هم می شویم. این حقیقت تلخی هستش اگر بگیم دور از جون، خدا نکنه، اما ما در این موقعیت هستیم و بعد این هوشیاری داشته باشیم. خیلی از بدبینی ها متاسفانه باعث جدایی هایی میشه که به هیچ وجه لزومی به جدا شدن نبوده، لازم بود صحبت بشه، لازم بود در حضور خدا این بخشش در ما قرار بگیره. بازم بریم با هم دیگه نامه یعقوب 3:13-18 رو داشته باشیم. همون گونه که قبلا خدمتتون عرض کردم، ما در این دوره داریم نامه یعقوب رو بررسی میکنیم که یعقوب به احتمال زیاد مطابق آنچه که مفسرین کلام خدا میگن برادر ناتنی خداوند عیسی مسیح هست و این نامه به احتمال زیاد در 50 میلادی نوشته شده که تقریبا میشه گفت اولین نامه پس میتونه باشه و هدفش این هستش که کلیسا، نه همه کلیسا اما افرادی در کلیسا بودن که بر این باور بودن چون فیض خدا ما رو نجات میده پس اعمال و رفتار ما لزومی نداره که نقش در اون مورد داشته باشه و یعقوب داره مسئله تفکر ما، وفاداری ما، سخن ما رو به اعمال نیز تشویق میکنه. بله. کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد، پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازد. لکن اگر در دل خود حسد طرح و تعصب دارید، فخر مکنید و به ضد هم دروغ مگویید. بدبینی ابزارش میشه حسادت دیگه که باعث آسیب به مخاطب بشه. بله. این حکمت از بالا نازل نمیشود بلکه دنیوی و نفس و شیطانیه، زیرا هر جایی که حسد و تعصب است در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود میباشد. لکن آن حکمت که از بالاست اول طاهر است و بعد صلح‌آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه‌های نیکو و بی‌تردد و بی‌ریا
و میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود برای آنانی که سلامتی را به عمل می آورند. آمین، آمین، آمین. برای آنهایی که سلامتی رو به عمل میارن، روی احساسات خودشون نمیرن. احساسات چیز بدی نیست، اما احساست هم ببر در حضور خدا. شما نمیتونی بگی حس من اینه که، بعضی موقع من میشنوم میگه طرف حس من اینه که این آدم خوبی نیست، بعد میگیم آخه این درست نیست اینجوری فکر کرد، میگه نه روح القدس به من میگه. حال میدوز یه آدم بگه این هوشیاری ما باید داشته باشیم که باعث فریب هم نشیم. چرچیل از یک کوچه تنگی رد میشد، یک دفعه دید یکی از رقباش که زدش هست اونم داره رد میشه. بعد همینطور که به هم نگاه میکنن، یه نگاهی به چرچیل میکنه، میگه میدونیم من به هیچ وجه به خاطر یک آدم احمق کنار نمیدم که اون رد بشه. چرچیل میره کنار وای میسه، میگه ولی من این کارو میکنم. انسان ها خوب میتونن جواب هم دیگر رو بدن. ما نسبت به بدبین بودن همدیگه خوب میتونیم جواب همون بدیم، اما چگونه ما میتونیم صلح کنیم؟ چگونه میتونیم این عشق و این محبت رو جایگزین آنچه را که یک قضاوت نادرست بوده قرار بدیم؟ سعدی اعلام میکنه اندیشه کردن که چه گویم بهتر از پشیمان شدن است که چرا گفتم. و چقدر خوبه که ما تمام آنچه را که به عنوان بدبینی در ذهنمان قرار میگیره به حضور خدا ببریم، با یک بررسی درست بتونیم زندگی سالمی رو نیز داشته باشیم. بریم با هم نقطه سوم رو داشته باشیم، اگه بشه نقطه قبل هم داشته باشیم سپاسگزارم. چرا با لطفا روشن کنید، ممنون میشم. آیا همه بروشور دارید؟ هر کی بروشور نداره دستش بره بالا، ممنون میشم. که سه نکته رو داشته باشیم. چگونه میتوان در صلح زندگی کرد؟ جنگ با نگاه عجولانه ایجاد میشود که قضاوت نادرست تدبیر آن میگردد و برای برقراری صلح تأمل در کلام خداست که دلهای ما را به عدالت تشویق میکند، چون در حضور او هست. نکته دوم، جنگ با شنیدن پیام های ناخوشایند ایجاد میشود که خشم و عصبانیت واکنش آن می‌گردد و برای برقراری صلح تمرکز به اراده خداست که سخنان ما را به نیکویی تشویق می‌کند. و نکته سوم، دارید نکته سوم؟ آه این هستش؟ عوض شده. پس استاپ. جنگ با اندیشه های بدبینانه ایجاد می شود که مواظب هر اندیشه همون باید باشید، که شک و ترس قلمروی آن می گردد. پس بدون ترسات، شک می تونه از یک اندیشه اشتباه باشه. و برای برقراری صلح توکل به خدا، یعنی سپردن مسئله کاملا تو دست خدا، اما جوابشو بگیر، متقاعد شو. توکل به خداست که ذهن ما را به امید تشویق میکنند، که امید به من این قوت رو، این یاری رو بده تا من در مسیر درست زندگی بایستم و مبادا خست خاطر بشم نسبت به آنچه که هستش. شاعری نیز اعلام میکنه تمام خرد انسان در دو کلمه خلاصه میشود، صبر و امید، که لازم داریم ما در اون مسیر قدم برداریم. و یک مثال چینی میگه سه راه خوشبختی این هست: بد نشنیدن، پس مواظب گوشات باش، چون صدایی که تو میشنوی از دیگران میتونه تو رو نسبت به حتی همسرت بدبین کنه، فرزندت بدبین کنه، دوستانت بدبین کنه، کلیسات بدبین کنه، حتی نسبت به عیسی مسیح شک بندازه. اگه در حضور خدا من خوب قوت نگیری، از روح خدا پر نشی. پس سه راه خوشبختی رو داره میگه: بد نیندیش، بد نکردن، چرا که وقتی کار بدی رو انجام میدیم دیگه عادت میشه، بدبین نبودن. و این مسیر رو برای ما باز میکنه که ما بتونیم به فیض خداوند از جنگ ها دور باشیم، از مشکلات دور باشیم. اما
یک طرف سکه اینه که من بدبین نباشم، یک طرف سکه این هستش که اونهایی که بدبین هستن رو من بتونم دستی از طرف خدا باشم تا شفا پیدا کنم. اگه شما با یه نفر برخورد کردید که شروع کرد ضد یک نفر صحبت کردن، حالا اصطلاحا غیبت، شما چیکار باید بکنید؟ میگید آخ راست میگه، منم دیده بودم. این کارو میکنید؟ ولی باید هوشیار باشید که اون غیبتی که داره میشه درست میگه نه. اگر اشتباه هست کمکش کنی، و اگر چیزی نمیدونی بگو نمیخوام بشنوم، ولی میتونی کمکش کنی، براش دعا کنی. ما فرزندان خدا این کارو باید بکنیم. اگه یه نفر بیاد من بگه دارم آره فلانه، میگم ببین خواهش میکنم یا نمیخوام بشنوم چون اطلاعی ندارم، پس بیا کاری انجام بده. چه کار؟ دستاشو بگیر میخوام حالا دعا کنم. بیا برای اون شخص دعا کنیم. تو راست میگی، پس بیا براش دعا کنیم. این طریق ما باید باشه، چون غیر از این اگر بخوایم عمل کنیم ما نیست شریک او خواهیم شد در جنگ. در نامه یهودا 1:21-22 میگه و شما که منتظر خداوند ما عیسی مسیح هستید. آمین. هستیم. ما میدونیم مسیح میخواد بیاد. میگه شما که بیدارید، شما که میاد کلیسا، شما که دعا میکنید، شما که کلام میخونید، شما که ایماندارا رو بیدار هستید، از راه دور و نزدیک میاد کلیسا بشنوید. و شما که منتظر خداوند عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود حیات جاودان به شما عنایت فرماید، خود را در محبت خدا نگاه دارید، در محبت او بمونید، نسبت به آنها که شک و تردید دارند دلسوز باشید. از شریف براتون خوندم، دلسوز باشید، با محبت باشید. مبادا حالا اون اومده غیبت کرده، بعد شما میرید به فلان میگید بابا عجب آدم بعدی بود، هم 2 سال غیبت تو رو میکرد، حالا تو هم داری غیبت اون رو میکنی. بعد اگه دلسوز بودی همونجا میستادی کمکش میکردی. اگه کسی دلش پره، اگه کسی ناراحت داره، داره غیبت میکنه، آسیب برده، کمکش کن، محبتش کن. و یه دعا، هیچ کاری میگه هیچ کاری بلد نیستم بکنم. من اصلا بعد از این کارا نیستم، من که مشاور خانواده نیستم. خب راست میگی؟ ولی میتونی کمکش کنی، میتونی دستی باشی. اجازه نده یک قضاوت نادرست تو رو مریض کنه، به تو هم آسیب بزنه، به جامعه مسیحیت آسیب بزنه، که شیطان همیشه کارش این بوده. در یک اتوبوس پدر و پسر یک وقتی نشسته بودن کنار هم دیگه، پسر هی نگاه میکرد وای نگاه کن درخت رو بابا، عجب درخت هایی. پسر 18 سالش و تو بابا پرنده ها رو، آب دریا رو چه جوریه. بقیه مسافران نگاه کردن گفتن از من یک خود مشکل روی روانی داره. یکی نشست بغلش گفت پسر عموی من راستش دکتر روانشناسه، میخواید کارتش رو بهتون بدم؟ حیف پسره به این خوشگلی شما آورد دارم، این مریضه خب ببریدش پیش این دکتر. گفت نه پسر من اتفاقا مریض بود شفا گرفته. گفت یعنی چی؟ گفت از بچگی یه مریضی گرفت که چشاش کور شد و اونو عمل کردیم، الان داریم از بیمارستان میاد، اولین بار داره طبیعت رو میبینه. پس مواظب باشید، من و شما فرزند خدا هستیم. حتی دلایل منطقی، حتی دیگران نیست میبینی، هم فکر خودت هستن و دارم فکر میکنن، شما اون فکر رو بذار کنار، تو فرزند خدا هستی. اندیشمند اعلام میکنه بدبینی در هیچ جنگی پیروز نخواهد شد و اجازه و مجال رو ندید لطفا به جامعه مسیحیت که شما و من درش مسئول قرار گرفتیم. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو بخونیم، نامه عبرانیان 10:22-25. پس به دل راست در یقین ایمان دلهای خود را از زمیر بد پاشیده و بدنهای خود را به آب پاک، به آب پاک غسل داده نزدیک بیاییم. آمین. و اعتراف امید را محکم نگاه داریم، زیرا که وعده دهنده امین است، و ملاحظه یکدیگر را بنماییم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم. آمین. و از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم. آمین. چنان که بعضی را عادت است، بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم. ببخشید یه لحظه، وقتی که میگه آمدن در جماعت غافل نشید، علتش این نیست که داره حالا تبلیغ برای کلیسا میکنه، چون عدم اومدن توی جماعت نشون دهنده کدورت هاست، بدبینی هاست، سوء تفاهم هاست. میگه نکن، این عادت نشه، شفا پیدا کن، شفا پیدا کن. اگر شخص مخاطبت مریضه اونو شفا بده، کمکش کن. هنر ما همینه، هنر کلیسا همینه، هنر مسیحی ها این هستش که شفا ایجاد بشه.
اجازه نده، خواهشم این هست. لطفا آیاتو بخون، میخوام دعا کنیم. حالا برخی یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازه‌ای که میبینید که آن روز نزدیک میشود. آمین. که داره اومدنش نزدیکه. من خواهشم این است. شاید مطالبی که من گفتم قسمتی یا همش اصلا برات خسته کننده بود. خواهشم این است. لحظه سر خودتو خم کن. حضور خدا اینجاست. آمین. حضور خدا اینجا هستش؟ بله. هاللویا که حضور خدا اینجاست. نه به مطالب من، بلکه به کلام خدا که اعلام شد. نگاهی بکن به محفظه فکر خودت نسبت به شخصیت هایی که در برابر تو هستن به عنوان مخاطبین، نسبت به کسایی که به هر دلیلی بدبین شدی. به یاد بیار که خداوند عیسی مسیح گفت من برای گناهکارا اومدم. به یاد بیار خودتو، آیا تو در فیض خدا با خون مسیح بخشیده نشدی؟ پس خداوندم میتونه اونو ببخشه. آیا خدای ما خدای تبدیل نیست مطابق اول قرنتیان 5:17 که در اعلام میکنه در مسیح خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت؟ ما با این ضرب المثل‌ها زندگی نمی کنیم که گرگ زاده عاقبت گرگ خواهد شد. هرگز 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 هرگز، چون خداوند ما زکی ها رو عوض کرد، پتروس ها رو عوض کرد، رسول ها رو عوض کردش. و خدا اون کسی رو که تو به عنوان شخصی که باعث آسیب به تو شده، زندگی تو شده، خدا قادره و میخواد اونو عوض کنه. بسپارش تو دستای خداوند. Oh, my God.